افتخار تاریخ مردم این سرزمین و به یاد همه اونهایی که با ایثارهای خودشون فرهنگ و تمدن ایرانی رو چراغش رو در طول تاریخ روشن نگه داشتن، یک دست، یک جیغ و یک هورا. ما در مورد چکاسوفلا داریم صحبت میکنیم که یکی از وسیع‌ترین محوطه‌های پیش از تاریخی ایرانه در جنوب غربی ایران، شهرستان بهبهان. در همین 5-6 سال اخیر پروژه‌ای در اونجا صورت دادیم ما که باعث شناخت خیلی بیشتر این محوطه شده برای جامعه فرهنگی ایران. این محوطه خب خیلی فراز و فرودهای خیلی زیادی داشته، از لحاظ حفاظتی از دهه 40 شمسی. نهایتاً یک روستایی در این محوطه شکل گرفته که حضور این روستا و حیات این روستا هر روز و هر ثانیه و هر دقیقه لایه‌های این محوطه ارزشمند تخریب بشه. ولی در سال گذشته کودکان ما سعی کردن واکنش نشون بدن به این یافته هایی که ما داشتیم در چکاسوفلا. واکنش بچه ها به جایی رسید که ما دیدیم که خیلی عظیمی از نقاشی هایی کشیده شده و ارسال شده به دوستان ما در انتشارات دات‌کین که تبدیل به یک کتابی شده. که با تلاش هایی که ما کردیم چکاسوفلا علاوه بر این که چکاسوفلای من شده و داخل ایران، الان چکاسوفلا چکاسوفلای دنیا شده. یعنی چی؟ یعنی در میراث یونسکو ثبت شده، ثبت موقت البته شده. ما داریم تلاش میکنیم تا چکاسوفلا رو ثبت دائمی کنیم، یعنی یک میراث جهانی بشه. یه منطقه به نام چکاسوفلا و اینجا آدم های زمان مال اون موقع است که این یه موجود بوده که رانندش هم یک آرامه. خب من اسمشو گذاشتم کیک سبز. خب میخواد این منطقه رو خراب کنه و ما نباید بذاریم که این منطقه رو خراب کنه. مخاطب میراث فرهنگی، مخاطب تمام فعالیت‌های آموزشی، مخاطب موزه ها، مخاطب همه اینا کیه؟ مخاطب اصلی کودکانه. همه این کارا میشه برای کودک. کودکه، برای اونه که ما موزه میسازیم، برای اونه که سایت تاریخی رو حفظ میکنیم. برای چی؟ برای اینکه این گذشته رو به او منتقل بکنیم. پس اگر به یه نوعی کودک رو از ابتدا درگیر کردن با موضوع، شناساندن موضوع و یک درک و گفتگوی متقابل با اون صورت بگیره، در واقع یک موفقیته برای اونهایی که دوراندیشن و دور رو نگاه میکنن. به طب این کتاب قدمی است در حد خودش و به نوع خودش برای این کار، مثل قدمی که هزاران قدم دیگه این چنین باید برداشته بشه. بر از وقتی که این کتاب به دست خود کودکان طراحی میشه، به دست خود کودکان ارائه میشه، کار دیگه خیلی خیلی کامل و درست انجام شده. ما در خدمت در کنار عکس جبار باغچه‌بان هستیم. 10 سال پیش برای بچه‌های زیر 7 سال، 5 سال، 6 سال مدرسه درست کرد. پس اولین کودکستان کشور رو ایشون درست کرد. اونایی که تپه خراب میکنن بچه‌ها رو دوست ندارن. اونایی که میراث فرهنگی از بین میبرن کودکان رو دوست ندارن. اونایی که هر چیزی از گذشته رو پاک میکنن باغچه‌بان رو معرفی نمیکنن، مجسمه‌شو حتی در میدان یوسف آباد نمیذارن، کودکان رو دوست ندارن. و اونایی که کودک رو دوست ندارن کشورشون رو دوست ندارن، خانه‌شون رو دوست ندارن، چون آینده رو دیگه نمیخوان. کتاب چکاسوفلای من سال گذشته کلید خورد، وقتی که حال چکاسوفلا خوب نبود. از بخش های مختلف مشکلات زیادی تو محوطه چکاسوفلا اتفاق افتاده بود که ما پس از صحبت با آقای عباس مقدم به این نتیجه رسیدیم که فراخوانی بدیم تا ببینیم که چه کسانی هستن که از چکاسوفلا حمایت میکنن. خوشبختانه این فراخوان با استقبال زیادی روبرو شد. بسیاری از بچه ها از سراسر ایران، حتی از کشورهای دیگه، نقاشی های زیادی برای ما فرستادن. نقاشی ها به قدری زیاد شده بود و داستان ها و
حمایت ها هر لحظه بیشتر میشد که برای خود من خیلی جای تعجب داشت. این اولین فراخوان ما بود و خیلی خوشحال شدیم که این نقاشی ها رسید. بعد از یک سال موفق شدیم که این کتاب رو منتشر کنیم و امیدواریم که این مجموعه که قرار اسمش نقش نگاره ها باشه ادامه پیدا کنه و ما سراغ محوطه های تاریخی دیگه ای بریم و بتونیم که بچه ها رو با این محوطه ها آشنا کنیم و امیدوار باشیم که یک روز این بچه ها حافظان میراث ایران بشن. آخه دوست نداشتم این چیزای باستانی از تو خاک در بیارن. شما نمیتونی اینا رو خراب کنی چون با